در مسئله دوم، شما هموطن ها در این فکر هستین که شما را در رسانه ها چاپلوس یا که کدام گپ ها میگن. اولا که ما زیدی تحقیر هستیم، همه وقت میگم با امروز هم از این امکانیت استفاده برده و تمام این مبارزا میگم که در سخنرانیتون شما زبانتون را نگاه بدارین. باید ما و شما فرق داشته باشیم از رژیم امروز هم. باید ما فرق داشته باشیم در سخنرانیمون اون چیزهایی را بگیم که کردن. ما نباید اینها را تحقیر کنیم به کدام بد. مثال وطن فروختن، میتونیم که وطن فروشان بگیم. خیانت کردن، خیانتکار هستن. ظالم هستن، ظالمشون بگیم. نه از این چیزهای بیرون. و وقتی که یک نفر چاپلوسی میکند، مردم دیگر میگن که چاپلوسی را که مشاهده میکنند شما را نمیگیرن. ما در برابر همه اینها زیدم که زیاده روی شود. فقط شما درک کنید، شما رژیم امروز و نفرهایی که پشتیبانی از این رژیم میکنید، شما قتل میکنید، زندانی میکنید، خون این مردم هم میمکن. فقط در یک چیزی که مخالفان شما را چاپلوس میگن یا که وطن فروش، شما این قدر سخت هم میرسد. یا که بعضن وقت میشود که شما را میگن که سخن شما را قطع میکنن. شما سخن ما را قطع کردین، تو ناراحت میشین. شما مردم از زندگیش را قطع میکنین. چیگونه مردم شما را برداشت کنند؟ چیگونه شما را تند حرف نزنند؟ اینه شما باید درک کنید. اینجا جناب عطالایف حرف زدن که گروه 24 یک کمبودیش این است که باید در تاجیکستان نیست. درست است، اما یکونه کمبودی ما نیست. من همچون مسئول این حرکت با دیگر برادرو کمبودی ما زیاد است. امروز حرفا میزنیم که اگر در ابتدای سالهای 90 نفرهایی که سیاستمدار بودن تجربه نداشتن، همون سبب شدن که همین گونه جنگ شده، همین گونه در حالت بد تو امروز قرار داریم. من در این فکر هستم که اگر در اون شب و روز ما و شما میبودیم، نفرهایی که هستیم، ما هم عیناً شاید همون اشتباه را میکردیم. چون وقتی که شوروی از بین رفت، سیاستمدارای ما نداشتن تجربه تلخ در اینجا، نداشتن تجربه. و ما و شما امروز در بعضن خطایی که راه نمیتیم، انمون اشتباهی نفرهای گذشته است که در ابتدای سال 90 اشتباه کردن. این یعنی برای ما و شما درس شد. جناب عطالایف گفتن که اگر که ما یک حکومت اپوزیسیون نداشته باشه، حکومت نیست، لازم به اپوزیسیون دارد، باید که در داخل باشد. من علاوه کردنی هستم که حکومتی سالم قبول دارد یک اپوزیسیون سالمه. حکمتی به مثل امروزه که هست در مدر تاجیکستان، رژیم امام علی رحمانوف، این طاقت یگان خل اپوزیسیون را ندارد. عادی ترین چیزی که 4-5 روزنامه نگارایی که در وقتای آخر داخل میشیدن، فقط در جای تعریف تعریف میکردن، اون چیزی را که میدیدن واقعا لایق تعریف بود تعریف میکردن، در جایی که مثبت میدید اون کاری منفی را میدیدن از اونم حرف میزدن. و رژیم امروزه نشان داد که هیچ گونه تنقید قبول ندارد، هیچ گونه، نوابسته از اونی که تو شامل کدام حزب و گروه سیاسی هستی یا که نفر مستقل هستی، هیچ حقی نداری. در زمان مکتب خانی قشلاق تیلایی همین گونه بود بفکر من، جناب عطالایف اگر اشتباه نکنم یک قصه بود، قشلاق تیلایی بود یا شهرک تیلایی بود، قشلاق تیلایی که مردم در فکر خیال آرزوی همون بدن. من امروز تاجیکستان هر وقتی که فکر میاد یک قشلاق تیلایی یا یک جمهوری تیلایی نه، بلکه یک مثل یک کشور شیشگین میدونمش. همین قدر نازک است که باید هیچ حرفی اطرافی او نزنی، مثل یک شیشه است که اگر در تنش یک سرچه زد، نمیدونم یک چوب زد، میشکنه. این قدر یعنی ضعیف است. خب چیزی دیگره، ما امروز میشنویم که استقلالیت هم به رحمانوف رفت میتن، وحدت چم، نوروز، تربز، خربز، هر چیزی که از برحمان چی میکنن، گویا که صلح تاجیکستان هم همین. من یک سوال ریتاریچ که میگذارم که هر کس جوابش نزد خودش حرف بزنه. اگر رحمانوف اینقدر نفر عادل، صلح ها و غیره و غیره و حکزو می بود و تانیست که یک اپوزیسیایی که یراق اصلیه داشت و تا درون کرمل راه یافت، که هر کس تا درون کرمل راه پیدا نمیکنه، من اگر اشتباه نکنم تا امروز مخالفانی که بگیم که
به کرمل راه یافتن این مخالفان تاجیکان بودن و مخالفان یعنی مردم چچنستان اگر اشتباه نکنم یا که بود با کسای دیگر جناب اطالیف نه دیگر نه همین دو نفر رو ببینید اگر که اینا توانستن که تا درونی کرمل راه پیدا کنن پس قوت و قدرت داشتن